با پراید وانت میخوایم این رئیس مافیا رو بکشیم. عجب احمقیه. پراید وانت دوستمون تقویت کرده، نمیرسم بهش با لامبورگینی. این همون پراید وانتیه که سایپا ادعا میکنه به مردم تحویل میده. چطوری جون دل؟ سر کیفی عزیز؟ سر کیفی؟ بدم سر کیفی الکی ادو گدا رو در نیار. باشو ببینم، جمع کن خودتو. الهی صد هزار مرتبه شکر. خوش اومدید به سومین اپیزود از مینی سریز و یک سری بسیار سوسکی و جمع جور از واکتروی جی تی ای 3، اونم از اون ریمستر شدهش. اپیزود پیش واقعا فان بود، خیلی سریع شهر اول بازی همه مأموریتاش تموم شد. من با ماریو که رفیق که نه، پارتنر و دختر مین و اصلی سلواتور رئیس مافیای شهر بود، فرار کردیم اومدیم اینجا و یک دوست ژاپنی گوگولی داشت که اگه درست یادم باشه رئیس مافیای ژاپنیا بود که توی استاتن آیلندن، توی نیویورک. فکر کنم منظورش از این قسمت شاید منهتن باشه، چون قسمت با کلاس شهر، کلی ماشین لوکس و لاکچری میاد. اونور یه مقدار دارکتر بود و اینجا خیلی پولدارترن همه، به نظر اینطوری میاد. شاید هم منهتن نباشه، نمیدونم. سایونارا سالواتور. سالواتور خدافظ. داره اشغال میکنه دیگه. قبل از اینکه رابطمون رو به هر طریق ادامه بدیم، باید سری موانع و راهمون برداریم. من یاکوزام. میدونم برای لئونا کار میکردی. عجب عجب. یاکوزا. عجب عجب. عجب. عجب عجب. او مای گاد، میخوان حرکات ناشایست انجام بدن این با ماریا. فکر کنم که از اونان که به هم جنس خودشون هم علاقه دارن. نه البته اون علاقه، ولی گفتش که قبل از اینکه بیای تو اورگانایزیشن من، صدام خروسی شده یکم، باید به من اثبات کنی که همه تایه ها و روابط و وابستگیات به مافیا کاملا از بین رفته. برای همین برو سلواتور رو بکش. سلواتور لئونه که رئیس مافیاست. اینا یاکوزا بودن، اصلا یادم نبود که مافیای ژاپن یاکوزا اسمش و اینا هم یاکوزا هن، ولی بودن. آقا نزنید، آقا نزنید، آقا بس دیگه. حالا درگیری تو شهر هست دیگه، گندشو داره بردن دوستان. به پلو بازسازی کردن. ماریو هم داره اشغال میکنه واسه خودش دیگه، با رئیس مافیا اوکی میشه. خوشگلی دیگه، خوشگلی سود و منفعت زیادی توشه. بذارید جامپ سکسی این وسط براتون بزنم. او یس، به عشق بچه ها. او مای گودنس، دلم برای این جامپ ها تنگ شده بود، چقدر هم واقع گرایانه. الان میاد پایین، ماشین غلط میخوره، دوباره مسیرمون ادامه میدیم. کسی شک نکرد اصلا. همونطور که گفتم، آره دیگه، ماریای داره از قیافش استفاده میکنه، هیچ کاری هم نمیکنه. باور کنه که 4 تا کلاسی رو سواد داشته باشه. بعد من این وسط باید پارشم به عنوان گیگاچد داستان. الان توی این قسمت شهر همه به من تیر میزنن. ماشینم داره منفجر میشه. بذارید حداقل ماشین سالمتر بردارم. با پراید وانت میخوایم بریم رئیس مافیا رو بکشیم. If you hang around Luigi's club, mafia will spot you. نباید خیلی اینجا بچرخم و ماموریتم فیل میشه. فکر کنم باید منتظر باشم که کلابو ترک کنه و بعد حرکت بزنم. اومد بیرون نجس. بیا بیرون چاغال. میای اینجا واسه من با سن پیرخرت. ولی خیلی تجهیزات دارن. واقعا نیو کو همه شاتگان دارن. بعد شاتگانای این بازی آدمو وان شات میکنن. واقعا شاتگانن. You've been spotted. چقدر مسخره. منو شناسایی کردن. آها سالواتور از ناو لیوینگ. آها نه، ماموریت فیل نشده هنوز. داره کلابو ترک میکنه. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. امیدوارم که حرکت خرکیم جواب بده. او اینا هم منو میزنن. بابا بیا این بر. بابا گیر کردم این وسط. با مشت برای چی دارم حرکت میزنم؟ من که میمیرم، بذارید شمارم با خودم به درک واسط کنم. هممون با هم میمیریم. یادم این مأموریت رو با یه روش خیلی سمی قبلا انجام دادم و توی کانالم گذاشتم. خیلی روش سمی بود. میرفتیم دم خونه سلواتور و ما منتظر میموندیم تا اون بیاد. بعد اونجا ماشین پارک میکردیم، نمیتونست رد شه. بعد با RPG یا نارنجکی چیزی میزدیمش میترکونیمش. الان حواس کردم خیلی گیگاچت بارتر این مأموریت انجام بدم. بذارید بیام پایین، نارنجکمو بذارم کنار دستم. نشستم به نایت کلاب نگاه میکنم. باشه بابا، اینا دارم میام بیرون. فهمیدم.
به محض اینکه علامت دست خرشو سلاتور ایز لیوینگ بودو 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 نارنجک پرت کن به ترکونش واه زدمش عملیات تروریستی انجام دادم سلواتور رو چقدر جذاب زدم احسنت به خودم باری کلا به من داداش نروی دیگه کسی اونجا تیکه های سالم بدنش مثلا باقی نمونده باید بچسبونیشون به هم آب چقدر جذاب جمع میشه توی شهر یکی از نکاتی که در مورد این بازی وجود داره اینه که مجبورتون نمیکنه خیلی جاها یه کار به خصوص انجام بدین با اینکه بازی فوق العاده قدیمیه راههای زیادی رو پیش روی آدم میذاره مثلا من میتونم با یک ماشین یوگوری ماشین ارتشی انقدر بزنم به ماشین سلواتور تا منفجر شه میتونم آر پی جی بردارم بزنمش میتونم برم کنارش اینطوری با یوزی بهش تیر بزنم یا میتونم مثلا نارنجک بزنم کینگ کورتنی وود لایک ا ورد گت تو دی پیفون این همه ماموریت‌های مخفی شهر حالا نمیدونم شاید انجامشون ندم ولی هر شهر یک پیفون داره از این تلفن عمومی ها داره که میتونم برم ماموریت مخفی انجام بدم گیگا چت وار بریم پایین به به بریم ماموریت بعدی یاکوزا یاکوزا اندر سو... چی چی؟ سیویلینز خبر خوبیه مرگم تو خیلی افیشنت قتل میکنی این برادر من کنجی کرم داداش گفت آسوکا خواهرم این کار برات داره کار تموم شد بیا پیش من کنجی همش دوست داره با اسباب بازی من بازی کنه من اسباب بازی تو نیستم گفتش که یه سری کاپ و نیروی پلیس اندرکاور و به طور نامحسوس دارن توی شهر حرکت میزنن تا اعضای گنگ رو شناسایی کنن بعدن دخالت کنن تو کار گنگ و یاکوزا دیگه توش برو دکمه خدافظ اینا رو بفشار این شهر جامائیکایی هم خیلی زیاده قشنگ لهجه هم دارن لهجه های غلیظ جامائیکایی آفریقایی این هم همون سنترال پارک نیویورک اگه اشتباه نکنم که سال 2001 این بهترین چیزی بوده که میتونستن طراحی کنن و واقعا هم دست مریضات چه خبره داداش شما پلیس مخفی هستید یا اول فضل تیرم نرسید بهشون از اینجا ولی تیر یوزین میرسه فکر نمی کردم ولی دمشون گرم یه جوری طراحی کردن که واقع گرایانه است حتی خیلی دور هم باشی تیر بهشون میرسه دارن جی تی ای سه فاز یاکوزا یاکوز شرمنده به خدا سلام داداش او 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 قاطی هن اینا یا ابلفز نشست تو ون اوه 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 بد موقع نشستی داداش وجدان کاریتون ولی ستودنیه این ماموریت هم اگه درست یادم باشه ماموریت آسونی نبودش اصلا این قسمت آخرش خیلی سخت بود میرفتیم یه جایی که خیلی پیش در پیچ بود و شیشه میشه زیاد داشت توی محیط ساختمونش آره دقیقا همینجا از این بالا شاید باید میزدم پلیسایی که این ور بودن و اگه درست یادم باشه و اونم خیلی بد منو میزدن آره آره از پنجرهای ساختمون روبرویی هن امیدوارم تیر یوزین برسه کلادم چقدر پیزوریه داشت چیزی میکشی جوونی تو باید بودی مثل اسب واه تیرم از اینجا بهشون میرسه ولی باید خیلی تیر بزنم بهشون باشه میفهم خونم داره یارو میکشه جای خوبی هم کمون کردم تیراشون خیلی کم بهم میخوره اصلا نخورده تا حالا چیزی عشق است موس و کیبورد از اینجا راحت میزنی طرف و خیلی ریزن خود منم به زور دارم میبینمشون ولی زدم همشونو کپکا کنجی همینجاست داداش آسوکا احساس میکنم وارد انیمه شدم همه ژاپنی هن اینجا چطوری داشت گلم کنجی جون من اومدم کمبو باست اوت اوکی اوه از این حرکات ژاپنی هی میتونم شنشیرش اومد در بیاره خواهرم خیلی ازت تعریف میکنه شاید تو بتونی کمک هم کنی توی شرایطی که منو در مضیقه قرار داده Yakuza Kanbu is in custody awaiting transfer for trial. He is a valued member of the family. Break him out of custody and get him to the dojo at Bedford Point. اوکی. گفتش یکی از اعضای یاکوزا رو کاستیدیه. یعنی دارن میبرن محاکمش کنن و گرفتنش. و در این مسیر برو بدوزدش ستیل کاپ کار. آها این ماموریت هم یادم اومد. باید ماشین پلیس میدوزدم. تحت عنوان پلیس مثلا میگفتم که من اینو میخوام ببرم دادگاه. اوکی. بعد اونم مثل اسکولا شک نمی‌کردن و من می‌رفتم اینو نجات می‌دادم. برش می‌گردوندم به لوکیشنی که کنجی بهم گفت. Get a cop car. ماشین پلیس.
آی پلیس، سلام عزیزم، چقدرم خوب دارم میرم با یوزی، اصلا کسی شک نمیکنه. و یوهو میگه اوه پیاده شو شهربنده، اوه دو ستاره شدم، بذار بکشم دیگه. سه ستاره شدم، با فکر نمیکردم اینقدر سریع این قضیه در بیاد. ریگ د کار ود ا بمب، بعد بمب بذارم تو ماشین. ولم کن تو رو خدا، بذار ببینم اینجا که من جای آشنا ندارم. آها اینجا هست، تو این شهر رفیقای ایت بال فکر کنم حرکت میزنن. ستاره های پلیس این شهر یادم نیست کجا بود که بتونم سه ستارمو کم کنم. صدای هلیکوپتر پلیس یه بیسی داره. اینجا خونه تونی سیپریانی بود، یا به گفته خود بازی تونی کیپریانی. بذار ببینم این تو برم بومم میکنن. یارو گفتش من دست به این ماشین نمیزنم. Drive the vehicle into garage. Go to the police station. Park it. Private emergency. فلان. رفت تو پارکینگ خونه مردم پلیسه. بعد برم ایستگاه پلیس، خیلی کمک میکرد اگه این سه ستاره دنبالم نبودن و اینقدر تیراندازی نمیکردم. ماشین رو پارک کنم، بمبو بتره کنم، احتمالاً انفجاری رخ بده. ماشین پلیس رو برای چی میخوام پس؟ فقط برای این میخوام که منو تو ایستگاه راه بدن. و خفشید خفشید تو رو خدا، بیاریم بر حال وصلتون ندارم. یه دونه ستاره، دو ستاره شدم، هلیکوپتره میرن. و اینجا در رو برامون باز میکنن چون ماشین پلیسیم. بمبو آرم کردم، ماشین رو پارک میکنم، میام اینور. چه اتفاقی میفته؟ You left your honor at the Yakuza, you must فلان. بیا اینجا داداش، بیا به پروالا نجاتت دادم. این دفعه با یه ماشین ناموس دارم معمولیت انجام میدم، با نفرور رفتم یا رو نجات دادم. در رو با کنید، درم برام باز میکنم. Put your hands in the air. بیا بگیرم بابا، بیا بگیرش منو. نمیرسید به من. الحق و ولنصاف دیزاین وسیلهاشون خیلی جذابه، خوب طراحی کردم. الله اکبر، وقتی آژیر میزنی ماشینا میان اینور، بعد بعضیشون انقدر اسکلن یارو پل پرت میشه پایین، حاضر خودش پرچه بمیره ولی مثلا پلیس مجرمو بگیره. قشنگ چسبونده در باستان من. بابا بیا برو تو. ها شاید تو این ترافیک گیر کنه، من دارم لایی میکشم، کم نمیاره دوستمون. الان ماشینم هم نزدیک انفجاره، دیگه چاره ای ندارم. پیاده شده داش فرار. اه کجاست دوستمون، کجاست؟ منو گرفتن، بازی رو دست کم گرفتم. بیاد کنار، بیاد کنار. یارو خودش برد کرد پایین، خنده داره. تو هم برو اون پایین. دارم اون تو کتکش میزنه، صداش داره میاد قشنگ. ستارامو فعال شد، پلیس دایو زدن، شیرجه زنان وارد شدن. بذارید اینو هول بدم، بگم شو این بره هرون زاده. واه ماشینشو برگردوندم. داشت باید بیای فقط سری دنبال من بیا. استاپ ایمیدیتلی، خفه شد. بابا بوده دیگه، عجب احمقیه، مغزش کار نمیکنه. بودو خدای من، چقدر هرس ترار میشد اگه سوار ماشین نمیشد و ماموریت فیل میشد به خاطر این. پلیساش راگبی فوتبال آمریکایی بازی میکنن، شیرجه میزنن تو صورتتون. قبلا هم باید همین کارو میکردم، باید سری وارد ماشین معمولی میشدم که بتونم رنگشو تغییر بدم که پلیسا گمم کنن. وای نگو که اینجا گیر کردم، دمش کرد پلیس منو هول داد. خدا خیرتون بده برادرا. اگه تیکه آخرم به سلامت من یه دریفت جذاب بکشم تمومه، بیاد بگیریدش. خدافظ، منو گم کردید چول مغزا، کسی شک نکرد. اون تیکه آخر دمش گرم پلیس هول داد، یه هول مشتی و ناموسوار قشنگ داد منو انداخت جلو. خدا خیرت بده. بیا شبرو برای بچه‌ها علاتون تعریف کن، بگو یه گنده ای اومد. نفهمیدم چی گفتی ولی اوکی. اینم از این. الان هم کنجی ماموریت داره رو شهر، هم آسوکا. بریم سر پیش آسوکا. آسوکا ناکاموتو ماریاچی. آه بریم شه آسوکا. آسوکا ناکاموتو کی بود؟ احساس میکنم اون ساتوشی بود، ناکاتومو. به درک حالا سر خری. بریم بازی انجام بدیم. پاپاراتزی پرج، پاپاراتزی از این خبرنگاره هن که یوهو میان کر میرزن تو زندگی.
Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. عجب. گفتش که یه پاپارازی از این خبرنگاره فضول و مزاحم اومده داره مزاحمت ایجاد میکنه برای من و ماریا، نمیذاره حرکتشون رو بزنن. همین الان که این نامه رو میخونه احتمالاً توی قایق همین اطراف بره قایق پلیس بدزد و سینک هیز کریر، یعنی کریر و شغل و آینده شغلی طرف رو غرق کن، شاعرانه گفت بکشش. اینجا به طرز ماجیکال یوهو سوار این میشیم، بعد دمیج بهش بزنم. او مای گاد، کنن داره، میتونم تیر بزنم. شل مغزت، چی از ناموس مردم عکس میگیری؟ مگه خود خواهر و مادر نداری؟ دوست داری با خواهر و مادر خود همین کارو بکنن بیان عکس بگیرن؟ غلطو نکن دیگه. ولی قایق سواری توی جی تی ای 3 به نظر من سخت ترین قایق سواری توی جی تی ای است. اصلا نمیپیشه قایقتو و خیلی قلق داره. من اینو یادم بود و الان دارم ایمپلمنت میکنم در گیم پلی خودم. نرو داداش، مپ تموم شد، کجا داری میری؟ ولی همین که داینامیک آب رو توی دنیای سبودی 21 سال پیش تونستن درست کنن و عرضه کنن واقعا شاهکاره. تازه به نظر من خیلی قوی تر از این هم میتونستن درست کنن، ولی میخواستن یه چیزی باشه که سیستم های ضعیف و لو اند هم بتونه ساپورتش کنه. بریم برای ماموریت بعدی. Payday for Ray. وقتی اینه که Ray My handsome handyman. اینا الان تازه به عنوان یک فرد بزرگسال میفهم چه کارهای زشتی اینا داشتن میکردن. این پول آخرین حرکتی که برامو زدی. فکر کنم اشتباه ترجمه کردم، یکی رو اشتباه متوجه شدم، نمیدونم. یک نفری به من معرفی کرد، گفتش که برو یک پیفون از این تلفن عمومی ها و اون بهت اینستراکشن و دستورالعمل میده. من داشتم به این فکر میکردم که من بچه بوده و اصلا نمیفهمیدم تو این بازی چه حرکات مثبت 18 داره اتفاق میفته و الان برگام ریخته. به من میگفت مای هندسام هندی من، یعنی مرد کار را بندازه هندسام و جذاب من. بیا برو برو. و این با ماریا، آره دارن حرکت میزن و اصلا از روی این حرکاته که با هم آشنا شدن. یعنی ماریا هم با مردا حرکت میزنه هم با زنا، یعنی صحبت میکنه مثلا. کاری بعدی که نمیکنم باید اصلا، کار بده و کار انجام ندید. Don't try this at home. و فکر کنم بسته بود ماریا رو تو اتاق برای اینکه اون حرکات ناشایست رو انجام بده. گفتش که ماریا میدونم دختر بدی بودم ولی بیا من رو باز کن، باید برم دستشویی. عجب ما چقدر ساده بودیم. جانم بفرمایید چطوری جون دل؟ آها این مأموریته. هی بابا میگفتش برو فلان جا، برو فلان تلفن که مثلا ردشون نزنن. خفه شو بابا، اطلاعات مأموریت رو بده، کار زندگی داریم. به اینجا هم مثلا خود نیویورکه که تابلوهای تبلیغاتی جذاب داره و اینجور چیزا. خیلی از الیمنت های شهر رو نتونستن بذارن که بازی سنگین نشه. Get to the phone on Liberty Campus. Liberty Campus شاید منظورش کمپس دانشگاهه. مسیر رو جی پی اس به من میگو، من تای خلافم. من از این ایرانی هم که وسط اتوبان خروجی رو رد میکنن، جفران ها میزنن، دنده عقب میگیرن. البته که این کار واقعا چیپه و به شوخی دارم میگم، واقعا پشمای من میریزه همچین چیزایی رو از عزیزان هموطن میبینم. ولی آقا نزنید، نزنید، اصلا شما منو میشناسید مگه؟ بنال باشه باشه، صداشم واسه من تغییر داده با نرم افزار. من نمیدونم تو بازی کلاد دنبال چیه. مثلا 390 هزار دلار پول داری، تو برو اشغالتو بکن، بازنشست کن خودتو اصلا دیگه. واقعا اگه منو بفرستی پای تلفن دیگه، منو توی توالت پارک ببین. خب محدودیت تایمیمون برداشته شد، این مأموریت هم یادم اومده کامل. این همه منو پاسکاری کردیم بر اون ور و آخر توی دستشویی پارک بود. سلام عزیزم، چطوری؟ تو توالت عمومی اینه. تو باید بچه جدید آسوکا باشیم، کسی کارش انجام بده. پولو داری؟ همش اینجاست؟ میدونم چی فکر میکنی. یه پلیس دیگه ای که آدم فروشی میکنه. عجب. آها این یه پلیسیه که آدم فروشی میکنه. عجب. این یه پلیس فاسده. 11000 دلار هم پول دریافت کردم. بریم مأموریت انجام بدیم براش. اینم الان یادم اومد، این شخصیتی بود. یه پلیس فاسده و گفتش که I could use some non-union help. همش نباید از پلیس های فاسد دیگه استفاده کنه. منم میشم یه آدم این دیگه که آسوکا منو به این معرفی کرد. بچه ها کار چاق میکنم برن دیگه. Silence the sneak. باید یکی رو خفه کنم.
یکی هستش که سر رشوه گرفتن ما این رقابت داره. He's under armed protection. دارن ازش محافظت میکنن. توی آپارتمانی. جایی که پلیستش رو بسوزون، آتیشش بزن. یه کسی هست داره رو دست این رشوه میگیره. Check out the witness protection house و همین. آها. Witness protection house یه جایی که از شاهدهای یک پرونده محافظت میکنن. چون در واقعیت شاید البته بدونید، قطعا خیلیتون میدونید، ولی خب برای خودم جالبه که بذارش حرف بزنم. ویتنس پروتکشن پروگرام برنامه یه که از شهود توی دادگاه ازش محافظت میکنه. چون مثلا من میشم شاهد یک قتلی، بعد ممکنه اون کسی که قاتل بوده بیاد چون من شاهدم منم بکشه، بنابراین باید از شهود محافظت بشه که زنده بمونن بتونن برن تو دادگاه شهادت بدن و کسی نهید بالا سرشون دکمشون رو بزنه. و اگه اینا منو نزنن یه دقیقه، من باید برم اینجا خانه اون شهود رو بترکونم. اینجاست، اینجا رو باید آتیش بزنم. یک دونه کوکتل دارم، به نظرتون این کافی است؟ امیدوارم بتونم درست پرتابش کنم. گن زدم. نارنجک هم زیاد دارم، شاید باید نارنجک پرت کنم. Jesus. باید چیکار میکردم؟ هیچ راهنمایی هم نکرد بهم. بذارید ببینم. Check out the witness protection house. باید گفته اینجا رو check out کن. بریم اسلحه فروشی، شاید اسلحه فروشی چیز به درد بخوری داشته باشی. RPG چیزی بهمون بفروشه. بیایم امیونیشن، فروشگاه های زنجیره‌ای که هنوز توی GTA اسمشون امیونیشن اگه اشتباه نکنم. You want a license to license؟ نمیخوام داشتم. من گیگا چدم. نارنجک از اینا AK-47. میتونم یه حرکت بسیار پشپیزون انجام بدم، بپرم رو سقف ماشین. نشونگیری میکنم بد بود، افتاد تو دهنم سرویس، تونستم انجامش بدم. تیکت چی؟ او 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 بلم کنید. نکبت در رفت، داره فرار میکنه. منم ماشینم ترکیده. نارنجک بابا هر اومزاده چی میگی تو؟ داره فرار میکنه اون نکبت. گاز بده لعنتی. فکرشو نمیکردم اصلا نقشم جواب بده. شاید حتی تیر هوایی هم میزدم یورو میومد بیرون، نمیدونم. البته من 10 تا نارنجک بغل گوششون ترکوندم. با چه ماشین شخمی و بابایی هم دارم میره دنبال یارو؟ با این ماشینا که مامانای آمریکایی بچه‌هاشون رو میذارن مدرسه باهاش، و ماشینم ترکید. بابا پیاده شو، پیاده شو. دول مغز یارو فرار کرد فکر کنم. بابا بیا دیگه، دارم میام هر اون زده. سر پیچه بعدی میگیرمش، میپیچم جلوش. فیلم هندی طور. اوه چه دستی هم میکشه دوستمون. اینجا بینم هر اون زده. اوه ماشینش اینه، ماشین منه. چه مدلی داداش؟ چند کار کرده؟ بر میدارم ازت چکی اگه بدی. خودش هم داره میزنه به در دیوار. جون مردم براش مهم نیست، به خاطر شکایت دادگاه هزار نفر دارن میمیرن. میشه بس کنید؟ پلیس هم 3 ستاره شد. بابا بیا این بر. وای خدا، شت، ماشین خودم داره میتره که. اوه چقدر فیلم هندی طور تموم شد. و یکی از ویژگی بارز GTA 3 اینه که وقتی که ماموریت تموم میشد، هرچی پلیس دنبالتون بود و بر میداشت. آقا یا الله ما باز اومدیم. Arms shortage، یعنی نیرو کم آوردیم. Arms shortage. نگاه نکن حالا شد. اینجا. عجب عجب عجب. عجب آدم لجنیه. رفت هم اپ یسترده. سید دی بی بک فر سم اف هیز استک توده. هیز گونا نید بک اپ. اند ان ریترن هیل گیو یو ا ناک داون ریتس اون انی هارد وی یو بای. آی گو مای سلف بات The old sciatic is playing up. Good luck. یکی رو به من معرفی کرد، گفت یکی از رفیقامه که توی گندکاریایی که توی نیکاراگوئه توسط دولت ایالات متحده صورت گرفته بود، ما با هم دیگه بودیم و اینجور چیزا، و مشکل براش ایجاد کردن کسگا. باید برم کمکش کنم. کلا تو بازی گروه های مختلفی هستن، از آمریکای لاتین، از ژاپن، از ایتالیا. و برادران عزیز آمریکایی لاتین مثل اینکه چوب لای چرخ این دوستمون کردن. آره به اینجا میخوره کاملا. مهمات. او یس، تانک. یا ابوالفضل. همه رفیق ری. باورم نمیشه دیگه منو رها کردن بدون پشتیبانی کافی.
کلمبیایی لجن دارن مشکل براش ایجاد میکنن. خب چیکار کنیم الان؟ آهان گفتش که سلاح ملا همینجا هست، هر چی میخوای بردار، بهت سلاح میده چون تو کار اسلحه هست. چیکار کنیم الان؟ بریم بیرون با تانک؟ یه دستم نداره یارو، یه دستش قطعه، جانباز دفاع غیر مقدسه چون آمریکاییان. او نیرو داره میاد، کلمبیایی دارن میان. شت مرز، من اینو نمیخوام، جسه میخوام، کلاش هم خوبه. خبری نیست باید همینجا بایستم بزنمشون فقط. بعد این کلاشه اندام قطع میکنه، شوخی نداره اصلا. ماشین آتش نشانی، بابا تو چی میگی اینجا دیگه؟ آتش نشانی اومد وسط فایت، بعد خود آتش نشانی آتیش گرفت. بیا عقب پیرمرد، من اگه ببازم ماموریت فیل میشد میرفتم راکستار کتکشون میزدم. اوه شاتگان خیلی بده، شانس آوردم جلیقه ضد گوله داشتم از قبل، سوار اون نفر بره که شده بودم جلیقه داده بود. حفشو چقدر عجیب زدمش. اگه توی نیکاراگوه تو هم تیمی من بودی حرکات خفن‌تری میزدم. هر چیزی که میخوای میتونی بیا از اینجا بخری از من. Get out of here, I'll handle the cops. فساد رو در آمریکا میتونید مشاهده کنید. اسلحه هم به اون میده. یارو توی حیات خونش تانک داره دوستمون. پس این سلاح فروشی قاچاقی هم اینجا پیدا کردیم. طراحی ماشیناش هم خیلی فوق‌العاده است نسبت به سالش. مثلا این ماشین مثل ماشین آمریکایی قدیمی و کادیلاک و این چیزا خیلی خوب راه میره، ولی ترمزاش واقعا افتضاحه. خیلی هنر به خرج دادن که تونستن برای هر ماشین یک شخصیت درست کنن. داشتم میفهمی که پشت چه فرمونی نشستی، پشت فرمون کدوم ماشینی. الان خیلی جالب حرکاتشون واقعا تحسین برانگیزه. evidence dash، evidence شواهد، چه شواهدی؟ اسحالی دوستمون داره الان حرکت میزنه. من یه آدم خیلی معروفی اینجا، خیلی مهمی اینجا میشناسم. He's involved in a legal matter and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. چقدر جالب. عکس‌های لو رفته. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. به من گفتش که من یه آدم خیلی مهمی رو توی شهر میشناسم، ولی یه مقداری عکس ازش لو رفته و این شخص خیلی شخصیت برجسته و مهمیه تو شهر و عکسای لو رفتهش داره توی شهر میچرخه توی ماشین پاشینا. برو عکسای لو رفتهشو پیدا کن و همه رو بسوزون. که نمیدونم، حالا به من گفت این کارو بکنم، منم گوش به فرمان اینم. واقعا باید برم چه حرکتی بزنم. عکسای لو رفته از فلان در لیبرتی سیتی. کجاست یارو؟ آها زیرمونه، چون این زیر پله. شت ماشین آتیش گرفت. نرو داداش، نرو، بذار ماشین تو بردارم. چند ثانیه پیش برای چی گفتم زیرمون پله، منظورم چیز بود، تونل. مغزم خوب کار نمیکنه انقدر توی نوستالژی هم تا ناموس. حرکات گیگا چدی ادوانسمنت چی داد؟ دو ستاره. عکساشو فکر کنم تیراژ بالا کپی کردن. پراید وان بابا بیا این ور، کسی با پلیس کاری نداره اصلا. تو اونجا خودت نخداش کردی. پراید وان تو دوستمون تقویت کرده، نمیرسم بهش با لامبورگینی. چیش نمیشه؟ ماشین زره داره. فوتوز واشد آب. عجب، افتادن تو آب. وقتی بیفتن تو آب چقدر واقع گرایانه، قابل بازیابی هن. باید ماشینه رو بزنم بتره کنم. یه برنامه ای دارم، RPG رو بذارم کنار دستم. اگه درست یادم باشه یارو از این تونل قراره بیاد پایین. شاید هم البته مسیرش رو عوض کرده باشن که قابل پیشبینی نباشه. نه خودشه، خودشه. بگو سیب. الان دیگه مطمئن شدم که من کوتاهی نکردم، با RPG زدم پس کله یارو. شاید باید دنبالش کنم، مثلا طوری طراحی شده که نتونم این رو بزنم. وای من الان دارم با تو تعقیب و گریز میکنم با پراید وانت. واه چه قشنگ کشیدی یارو، یه فرمون داد پیچیدیم بر. اوه شاید باید یارو رو متوقف کنم و مجبورش کنم پیاده شه. On the prosecution drop the evidence. فکر کنم آها الان دوزاریم افتاد، باید هی بزنم بهش evidence رو بردارم.
بعد تو ماشینم میتونم دستمو بیارم بیرون بردارم. الان یادم اومد یکی از 6 تا مدرک رو برداشتم. خیلی راحت تر از چیزی بود که فکرش رو میکردم. من قضیه رو پیچیده کردم واسه خودم. اوییدنس دومم برداشتم و سخت میشه دیگه، چون های باید بزنم بهش، پلیس هم دنبالم، اونا هم میزنن به من، با آر پی جی میزنی بهش هیچیش نمیشه. این همون پراید وانتیه که سایپا ادعا میکنه به مردم تحویل میده. ببینیم و ببینم پس اوه چقدر خوبه، چقدر هوش مصنوعیش قویه واقعا. دنبال استم من، کجا میخوای دری؟ اینطوری خیلی هوش مصنوعیش واقعا قویه نسبت به اون سال. قشنگ همه چی رو میشناسه، ماشینا رو جا خالی میده، داج میده، بی هوا میپیچه، مردم رو به طور احمقانه زیر میکنه. خب همه اویدنس ها افتاد دست من، حالا باید چیکار کنم؟ leave the evidence in the car and then torch it. آهان الان من باید ماشینم بتره که قاعدتا. آهان پشت کار، خود کار داره منفجر میشه، خودش ترکید. ایوه میشن پست، من نبودم، دستم بود، پلیس هم من رو فراموش کرده. چقدر سم این بازی. 4 تا مأموریت داریم به طور همزمان توی شهر. بریم یه مأموریت دیگه برای آسوکو انجام بدیم. Two-faced Tanner. Maria and I have gone shopping. ماریا و من رفتیم خرید. Police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. بهم خبر دادن که یکی از راننده‌هامون پلیسه. Undercover. برامون هم یوسلسه و یک تریکر بهش وصل کردیم که ردشو به اون میده کجاست. Make him bleed، خونشو بریز. بریم خونه بنده خدا رو بریزیم. من چه آدم گیگاچدی هم، اصلا حرف نمیزنم با کسی، حرف نزدم، فقط کار خودم انجام میدم، دنبال منافع خودم هم توی بازی، اصلا برام مهم نیست. شاید این امریکن سایکو باشه بچه ها، امبادیمنت و تجسم شخصیت امریکن سایکو باشه. همون سالا هم امریکن سایکو ما بیرون. بذار ببینم رانندتون کجاست. اینه چقدر یوبس میزنه یارو، کم 6 میزد. خب شروع کنیم. دمیج این دیگه خدا به این دمیج زده. 3 ستاره. چه فراری میکنه، تو چه پلیس آندرکاوری هستی که اینطوری مثل گوز داری فرار میکنی؟ خود پلیسا دارن پلیس آندرکاور رو میزنن. 1 ستاره شدم. بلا فاصله بعد این که ایکیو میکشید ستارتون میره، بعد من یه دونه تیر زدم به خاطر اون ستارم برگشتیدنش. واچت چقدر ایوا خواهر بود. You're blind or just dumb. کوری یا فقط احمقی، ترجمه همزمان فحاشی کرکترهای جی تی ای فقط در کانال گیم یار. بریم یه ماموریت دیگه برای ری انجام بدیم. گان فیشینگ، رفتم ماهیگیری، یا شاید یکی از دیگه ای رفته. بالاخره اومد بیرون، فکر کنم پارتنرم خبرچینه، باید خفش کنیم برای همیشه. لوکیشنشو بهم گفت، گفت معمولا اینجا میره ماهیگیری. واه چقدر شاعرانه تعبیر میکنن. گفتش که برو مطمئن شو که اون رفتارهای خبیثانش غرق شو توی آب، من دلم میخواد که با ماهی ها بخوابه نه اینکه ماهی ها رو بخوره. چقدر جالب، لوکیشنش اصلا توی پورتلند بود، توی استاتن آیلند نبود. بهم گفت یه قایق بردار، شاید بهتر بود میرفتم سراغ یه قایق. امیدوارم اینجا قایق پلیس باشه که بتونم باش تیراندازی کنم. نه اصلا لوکیشن قایق داده بهم. بریم به لایت هاوس و راب اوت کنیم. اینجا یکی از جاهایی که مرحله آخر جی تی لیبرتی سیتی استوریز اتفاق میافتاد. بیدار شد دوستمون. اوه نارنجک داره. چه روش نجسی برای ماهیگیری، با نارنجک ماهیگیری میکنه این. خوب دمیج زدم بهش، ولی باید حواسم باشه نترکم. تو رو خدا منو با نارنجک نزن، هم میترسم. خیلی بد زدمش، فکر کردم نارنجکاشو به این خاطر نشون داد که گفت الان پاره ای. دمیج، تو الان باید ترکیده باشی. رفت تو خشکی، پیاده شد و بر اثر انفجار مرد. عجب. بله امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. خیلی مأموریت انجام دادم و ناموس و خارمادر نوستالژی از جلوی چشم رد شد. اپیزود بعدی قطعا راه پیدا میکنیم به شهر سوم
و دیگه نمیخوام بازی کنم بابا، ماموریت مخفی حال ندارم انجام بدم، ماموریت آفروده. داشتم اینو میگفتم که نزدیک میشیم به انتهای بازی، همین حرفی رو گفتن نمیمونه. دمتون گرم، تا انتهای ویدیو همراه بودید، ویدیوهای بعدی ببینمتون.